سلام او ورځ مو په خیر د آغاز روز خبرونه ته خراغلاس او همدارنګ نوې کال مو بختور شه. درنولیدونکو د آغاز روز د خبرونه په پایل کې ورزو د مزار شریف ښار ته چې هلته په داس حال کې چې نن په هیواد کې د نوې کال لومړۍ ورځ ده او په مزار شریف ښار کې دغه جشن المنزل کېدو په تیرو کلونو کې، اما سه کال په افغانستان کې او په تیره په مزار شریف کې دغه جشن لغوه شوی دی، هغه هم د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر باندې. خو موږ هم لا ډېر معلومات راخلو. زموږ همکار بشیر احمد انصاري په مزار شریف کې همدا اوس موږ سره د سکایپ د لارې وصل دی چې په سر کې ورته سلام وړاندې کوو. ښاغلی انصاري، خپرونې ته په خیر راغلې. څه حال دی هلته په مزار شریف ښار کې د تیر کال په پرتله؟ څه توپیرونه لیدل کیږي؟ سلام و صبحتان بخیر. سال نو، نوروز و بهارتان مبارک و همچنان از بینیده ها که می لحظم شما را می بینم. اما قسمی که می بینیم هوا بارانیست در مزار شریف. جهنده زیارتگاه حضرت علی که در تصویر دیده میشه، دیشب تنها با حضور تن که امی جهنده را بالا میکنند این مراسم برگزار شد، در حالی که همه ساله اینجا حتی بر جای یک نوک سوزن هم جا نمی بود. با حضور مقامات بلندپایه، میمانای خارجی از کشورهای همسایه شمال افغانستان و ده ها هزار زائر برگزار شد. اما متاسفانه به دلیل ویروس کرونا امسال در سایه کرونا این مراسم برگزار شد. امروز روزی شریف میبینین که خالی است، زائر است و دروازه های ورودی همه بسته است. متاسفانه و امروز مردم در مزار شریف بیماری کرونا را، ویروس کرونا را جدی گرفتند و نوروز در خانه هایشان تجلیل کردند. اما متاسفانه خلاف انتظار همه سال، دیشب ما شاهد تیراندازی های شادیانه خیلی ها زیاده بودیم در مزار شریف که متعال نتانستیم با بیمارستان تماس بگیریم که بر اثر این شلیک های هوایی چی تعداد زخمی شده یا کسی تلفات هم داشته. یعنی حدودا بیشتر از یک ساعت این تیراندازی ها صورت گرفت که متاسفانه چنین چیز همه ساله در مزار شریف ما شاهدش نبودیم. درست. خاغل انصاری، من هم دغه رپورټونه ترلاسه کړل چې په مزار شریف ښار کې بیګا ډز شوی دی، دا چې تلفات لري او کنه، په دې بالا موږ څېړنې وکړو. خو راځو دې برخې ته چې خپل خلک څه فکر کوي په سږنی کال چې د نوروز جشن هلته نه لمانځل کیږي. خلک هم اندېښمن دي، یعنی تاثیرات یې په کړي دي دغه ویروس، د امله ویریدلي دي که څنګه؟ ای جشن سال یک بار برگزار میشه و مردم از مدت ها پیش آمادگی میگیرن. همه ساله بسیار زائر می آمد، حتی از ولایت های جنوبی افغانستان واقعا مردم ناراحت هستند، خفه هستند. اما ای که به پاسخ های به اطلاعیه های وزارت صحت جدی گرفتن، این جای خوشبختی است. اما قسمی که شعار امسال مردم مزار شریفی بود که ما نوروز در خانه های خود تجلیل میکنیم، اما قسم شد. اما نگرانی ها وجود داره. باز هم یک تعداد زائرینه که از نقاط دوردست آمدند و کمتر جدی میگیرند کرونا را. در عقب در ورودی روضه شریف ما دیدم که نیروهای امنیتی او را اجازه نمیداد. دیروز هم زیارتگاه حضرت علی در اینجا که خواستگاه نوروز در کل افغانستان است و مثلا خوشکوترین جشن اینجا برگزار میشد، از طرف صحت آمد و بعضی از بازرگانا ضد عفونی شد، جاهایی که احتمال میرفت که ویروس کرونا هست. اما خوشبختانه بعد از یک ثبت یک واقعی نسبت کرونا، دیگر واقعی ما در مزار شریف نداریم و مردم امسال نوروز در خانه هایشان تجلیل کردن. حتی به دشت و دامان و کوههای شادیان هم امسال کس را ما ندیدیم و دیروز هم ما گشتی که در اونجا داشتیم کس نرفت. دامی روخته وزارت فعلی چه دو نور تازه پیخی هم سب شویدی مثبت پیخی البته ده کرونا. خور ازو دی برخیطه چه خپل مزار شریف خارتا ده خلق و ده نور ولایتونو ده تگراتک مخنیوه هم کیگی یا لیدل کیگی چک کیگی چه ده نور ولایتون خلق رازی سفر که پدست حال که چه ده ایران
کډوال په زور ویستل کیږي افغانستان ته راځي د دغه کډوالو مخنیوی هم کیږي ځکه چې رپورټونه داسې ترلاسه شوي دي چې یو شمېر ولایتونو کې دغه کډوال ځای په ځای شوي دي ځانونه یې پټ کړي دي او امکان شته دی ډېر چې دغه کډوال په ویروس باندې اخته وي د مزار شریف ښار څنګه داسې کوم تدابیر ورته نیول شوي دي چې د نورو ولایتونو نه څوک راځي چک کیږي که نه متاسفانه امو یک واقعی هم که ثبت شده بود او جوان از در باشنده ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ بود و از ایران برگشته بود خیلی مردم مزار شریف هم نگران بودند بابت ای که در هر هفته دو پرواز از مشهد و تهران و مزار شریف و فرودگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی صورت می گرفت اما در فضای مجازی و فعالین مدنی و رسانه‌ای دادخواهی کردند تا که بالاخره این پروازها متوقف شد اما در مسیر شاهراها در دروازه های ورودی شهر تیم های صحی و پزشکا در اونجا موجود است کمپ زدند خیمه زدند و حتی کسایی که دو نفر هم در یک موتر تیزرفتار می باشند اونها را پایین می کنند و همشان کنترل و معاینه می کنند و دستگاه های تبسنج دارند که اینها اگر مشکوک می باشند باید قرنطینه شوند و یا ای که تست از او گرفته شود چون این تدابیر در مزار شریف گرفته شده و خوشبختی دیگه در مزار شریف ای است که هوا داره گرم میشه و دیروز هوا تا مثبت 28 درجه رسیده بود که گفته های تیبی نشان میدهد که با گرم شدن هوا ویروس کرونا زیاد دوام نمیاره و از بین خواهد رفت ای هم یک خوشبینی در مزار شریف است کنترل به طور جدی هست اما ممکن یک تعداد به دلیل ترس و حراس از اینکه به کرونا مبتلا شده باشه و از جامعه دور شوه مراجعهشان به بیمارستان و مراکز صحی کمتر است این نگرانی دقیقا وجود داره خب او د دې ترڅنګ یو بل اندېښنه د کاروبار ده د خپل کله چې د کرونا ویروس په افغانستان کې مثبت پیښې ولیدل شوې او وپېژندل شوې په کاروبار باندې مې اغېز وکړو د خلکو تګ راتګ کم شوی دی په ښارونو کې مزار شریف ښار کې څه حال دی هلته په کاروبار باندې تاثیر کړی دی د خلکو ګڼه ګونه یا تګ راتګ کم شوی دی ښاغلی انصاري که نه بله اجتماعات کلا از بین رفته ورزشگاه ها تفریحگاه ها همه بسته شدن و رستوران ها که همه ساله در چنین شب و روز خیلی ها بیروبار داشتن و شلوغ بود سرشان اونها کاروبارشان کم صدمه دیده شیرنی فروش ها در مزار شریف که همه ساله سوغاتی جور میکردن برای زائرین که طی 40 روز به مزار شریف می آمدن و در میله گل سرخ و نوروز شرکت می کردن بدون شک صدمه و آسیب رسانده و اونها نگران هستند چون تولیداتشان خیلی ها زیاد بود اما روی هم رفته مردم در مزار شریف به صحت خود و دیگرها بیشتر می اندیشند و از این بابت بعض رستوران ها چون نیاز است برای بعض از مسافرین که آمده غذا باید آماده شود غذا را تنها از بعض مجراهای کوچک توزیع می کنند و نمیگذارند که بره مسافر در داخل رستوران و اونجا خغل انصاری اوس چې تکل راتلل د غلطه د غسیمې ته ځان نو رسولو خلک دی پلار کی ولی دل چې تګ راتک کوي کنه یوازې کڅه هم د جشن لغوه شوی دی خو خلکو تګ راتک کم شوی دی کنه په خار کې اتفاقا زیاد نی اما قسمی که همه سالات جاده ها مسدود می شد و جاده های منتهی بر روزه مبارک محل برگزاری نوروز فعلا مسدود نیست هیچ نیروی امنیتی در جاده ها دیده نمی شه شهر روال عادی خود گرفته نسبت به روزهای قبل از کرونا که شهر خیلی ها شلوغ بود حالا به او حد نیست اما دیشب در کنار از اینکه تیراندازی های غیرقانونی صورت گرفت به رقص و پایکوبی یک تعداد پرداختند که هم نمیتونه آدم توجیه کنه ایره و خطرناک میتونه آدم ایره بشماره دقیقا دولسرنای میزدن موسیقی میزدن دنبوره میزدن موسیقی پلی میکردن و رقص و پایکوبی میکردن در جاده ها و اطراف شهر مزار شریف و مساله به خاطر جشن سال نو اینجا مراسم آتشبازی هم صورت می گرفت که اجتماع زیاد از مردم در اطراف محل آتشبازی اونجا دیده می شد اما
امسال به می دلیل ویروس کرونا مراسم آتش بازی هم لغو شده در مزار. معلوم داره ده چه تاثیرات کړی دی بدلونم راغله ده تاسو په خپل خبرو کې ویلې یو څه چې ډیر مهمه دی د خوراکي توکو باید دلته په کابل کې یو ورځ دوه ورځ دغه د وړو قیمت پورته شو ډیر زیات د نورو خوراکي توکو قیمت هم پورته شو په مزار شریف کې څه ډول څه تاثیرات کړی دی لکه څنګه چې په کابل کې پورته شو هلته هم دغسې یو څه بدلون لیدل کیږي برای دو روز اینجا هم در مارکت ها بهای مواد خوراکی بلند رفته بود و احساس می شد. اما خوشبختانه اینجا در مزار شریف بندر یا گذرگاه مرزی حیرتانه داریم که تنها بر روی رفت و آمد مسدود شده این بندر. اما از سه طریق اینجا مواد خوراکی داخل قلمرو مزار شریف و افغانستان می شه. هم از طریق خط آهن، هم از طریق کشتی ها، و هم از طریق کامیون‌های بازار فقط دو روز تا اندازه قیمت‌ها بلند رفته بود اما کمیسیون تشکیل شد در مزار شریف تا از کنترل بکنه قیمه و نرخ ها بهای مواد خوراکی ده اما حالا مواد خوراکی به قدر کافی در مارکت ها پیدا میشه و مون نرخ قبلی خود به خود گرفته و یک تعداد از بازرگان ها هم ابتکار کردند و در نقاط مختلف شهر مواد اولیه شامل روغن و آرد به قیمت نازل فروختن مثلا هر بوری 50 کیلویی آرد 1480 افغانی و هر 5 لیتر روغن 395 افغانی به فروش رساندن برای مردم که هم تانست تا حد جلو بلند رفتن بهای مواد خوراکی را بگیره و در هر 24 ساعت از طریق بندر حیرتان بیش از 10,000 تن مواد خوراکی وارد افغانستان میشه. دغه د حیرتان بندر ته اشاره وکړه. یعنی دغه واردات په نورماله توګه باندې روان دي، رزي هیواد ته د وړو واردات شته دي، یعنی روان دي؟ بله، بله. از هی طریق مو قسمه اشاره کردم، واردات جلوش گرفته نشده، حتی صادرات به طور عادی تیم آریانا نیوز سفره که به گذرگاه مرزی حیرتان داشت اونجا با مقامات ما صحبت کردیم در هر 24 ساعت کم و زیاد 10,000 تن مواد خوراکی و سوخت وارد افغانستان میشه و از طریق رودخانه آمو که کشتی های بسیار بزرگی است از طریق قطار یا خط آهن که 75 کیلومتر داخل شهر مزار شریف میشه و کامیون های بزرگ مواد خوراکی روزانه ده ها کامیون حامل مواد خوراکی از طریق گذرگاه مرزی حیرتان وارد مزار شریف میشه و این مواد خوراکی بیشتر از کشورهای آسیای میانه وارد افغانستان میشه. آقای بشیر احمد انصاری تاسو نو ډیره زیات مون نه کوده چې د مزار شریف خار ورسته حال دی د لیدونکو سره شریک کو په داسې حال کې چې تیر کلونه به دغه ورځ په ډېره ښه توګه لمانځل کېدله د نوروز جشن به لمانځل کېدو خو سږ کال د ویروس له امله دغه کرونا ویروس له امله دغه جشن لغوه شوی دی انصاري صاحب ډېره زیاته مننه کوم د تاسو نه چې معلومات هم راسره شریک کړل یو ځل ورځو هرات ته او زموږ د همکار څخه فواد احمدي څخه وروستي معلومات راخلو دا چې په هرات ولایت کې څه وضعیت دی دغه د کرونا ویروس زیاتره پیښې هم په همدغه ولایت کې ثبت شوي دي چې همدا اوس موږ سره زموږ خبریال د سکایپ د لارې په لیکه کې دی ښاغلی احمدي سلام درته وړاندې کوم لومړۍ پوښتنه داسې کوم چې دا د په کرونا ویروس د اخته کسانو وضعیت څه ډول دی او ویل کیږي چې دغه لومړی کس چې په کرونا باندې ویروس باندې اخته شوی و هغه اوس صحتمنده شوی دی ستاسو معلومات څه دي ښاغلی احمدي سلام خدمت شما صبح شما بخیر و ما تقریبا حدود یک ساعت از سال نو مگذره سال نو همه همکارای ما در استودیو مرکزی در بخش نیوز و دیگه بخش ها مبارک باد امروز اعلان شد که هرات 15 واقع مثبت کرونا داره دو واقع دیگه هم امروز صبح از طرف وزارت صحت عامه افغانستان اعلام شد در کل ما همچنان کانون کرونا در افغانستان هستیم با ثبت 15 واقع یکی از افرادی که در ابتدا مبتلا به کرونا ویروس شده بود دیروز ولی صحتمند شد و به خانه خود برگشت و معین وزارت صحت عامه و رئیس صحت عامه افغانستان
ستامه هرات به اصطلاح او در یک کنفرانس مطبوعاتی آوردن و رسما اعلان کردن که بعد از این ساعت من شده. بر صورت هرات وضعیت کرونا در هرات خوب نیست. ما شاهد هستیم هر لحظه تعداد افراد مبتلا به کرونا زیاد میشه. شفاخانه صد بستر در حال احداث قرار است تا 17 روز دیگه کامل بشه. یک شفاخانه صد بستر دیگه ما در حال حاضر داریم که بیمارای کرونایی در او بستر میشن. یک تاجر خیر هرات به نام نثار احمد قریانی یک کمپلکس هتل خود به اختیار اداره سهامی افغانستان قرار داده تا اگر تعداد مبتلایان به کرونا زیاد شد اونا را بتانن از او بیمار از او هتل هم به عنوان بیمار درست. آقای احمدی و سالت در کرونا ویروس معاینات کی معاینات تر سره کی او د دې څنګ بل پختنه بل پختنه مر سره کوم په بخنه سره د کم سل بستریز روختون چی ویل کی چې په ول سرز کی جوړیږي دغه امکان لري یعنی شونی ده چې په دغه ورز کی جوړ شي. ببینین در قسمت آزمایش بله در ایراد صورت میگیره که تای آزمایش به ایراد رسیده و تمام آزمایش هایی که در گذشته در کابل میره دیگه به کابل نمیره در ایراد صورت میگیره. در قسمت شفاخانه کمپلکسی که میخواند بسازن و ادعای ازیر دارن که رئیس جمهور گفتا 20 روز آینده باید ساخته بشه. حالا همه با شک و گمان دارن با این قضیه نگاه میکنن آیا این حکومتی که به صلاح بگفته خیلی دوستر دور رئیس جمهور است یک عالمه جنجال ما داره میتونه یک شفاخانه به صلاح مجهزی که برای بیمارای کرونایی است در ظرف 20 روز بسازه. اما از جهت هم دیشب پریشب یعنی به طول 24 ساعته در اون منطقه کار است. یعنی دیشب با خودم یک بار به اون مسیر رفتم چندین لودر چندین انجینر و بخشای مختلف داشتن به شدت کار میکردن. یعنی امیدواری هست که بتونن این شفاخانه مار بکنن. مسئله دیگه که در ایراد وجود داره از امروز ثابت شد که ایراد به قانون کرونا تبدیل شده رسما و هر لحظه ممکنه بیماری در ایراد شیوع پیدا کنه که اگر شیوع پیدا کرد ما دیدیم که مجعسترین کشورها مثل ایتالیا امروز اعلان شد که بیشتر از چین تلفات داده. 3405 نفر در چین در ایتالیا تا حال جان خود از دست دادن. در چین 3300 و چند نفر است. ایران به یک دیگه از برای که به بیداشت زیاد ارزش میده اما میبینه که وضعیت از اون وخیم است. یا چه ما هم در اوست هست تصویر که ولی دل خلق از در ماسک نال تا دومره استفاده نکه در ویروس نه ویر نشته ده که چه دول ده خلق تا چه اما گهی به برخه که خود دیر معلومات ورکر چوی دی ولی خلق دی برخه تا پاملرده نکه در ماسک و در دسکش ده اینه استفاده نکه تا سو دخپریدو مخنیوه اوشی. ببینین استفاده از ماسک حالا در هرات اگرچه یک مسئله بهداشتی جا نیست که باید استفاده بشه یک واقعیت این نیست اما کمتر مردم استفاده میکنیم. یک سری خب اطلاعاتی در هرات داده شده که ماسک نمیتونه 100% مفید باشه. میتونه کسایی استفاده کنن که بیمار هستن. ما در هرات میبینیم خیلی کم مردم ماسک استفاده میکنن اما نکات بهداشتی در هرات مراد زیاد میشه. ما چندین ایستگاه در هرات ایجاد شده به نام ایستگاه بهداشت هرات. کنج صابون است، آب دستشوی آب است که هر کس میتونه بره به هر مسیری که قرار میره میتونه بره دستای خود بشوره. مثلا دستکش یک تعداد استفاده میکنه. یا بلا پختان کم خاقل احمدی پا بخین سره در خلق تجمعات هم کم شوی دی پا مفلون و دقا بندی بندیز لگیده لده یعنی خلق اوست تجمعات دیر نکی؟ ببینیم هرات اولین ولایتی بود که رستوران ها، کافی شاپ ها، تالار های عروسی، اجتماعات بسیار کلان حتی برک از ادارات در هرات اولین ولایتی بود که مسدود شد به دلیل از اینکه ویروس پیدا نکنه. بله هرات تجمع برگزار نمیشه. شما میبینید امروز سال نو است. یعنی سال گذشته در همین منطقه در سال آبان سال بود این منطقه بسیار شلوغ بود. مردم در حال رفت آمد بودن میرفتن طرف میله طرف کفری اما شما میبینید که وجود موتر که رفت آمد داره موتورسایکل و محدود افرادی هم که به اصطلاح هستن که رفت آمد میکنن. در سال گذشته جاده مزدحم بود. این خود از این میرسونه که مردم نکات دارن رعایت میکنن بله. اما با او تمام اینا بله. نگرانی وجود داره. معلوم داره خبر ده چه حتما آغاز پکیس چون لومنانه پیخ امدل تا سب چویدیم در غزین در کرونا ویروس خپور شویده
خاغله احمدی تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم خو په دې هیله چې هغه کوم روختون چې غواړي حکومت جوړ کړي په ولا سیاتل سورزو کې د اصل بستریز هیله ده چې ورځ التم لاړ شي دا غزر مو ګورو چې دا کارونه څنګه پر مخ سي رښتیا هم په دا ورځ کې انشاءالله در فردا بعد از برنامه صبح آغاز روز انشاءالله به اون منطقه خواهم رفت جریان کار از او برای شما و همچنان بینندگان عزیز آریانا نیوز معلومات را خواهم تاس ندیر من نکو خاغل احمدی کور موادان سلامات است انشاءالله شکر از شما سلامت خیر است د آغاز روز د خبرونه دوام ته خراغ لاس درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې استئ د افغان سولې بهیر لپاره هڅه پیل شوې دي هم افغان حکومت هم د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه د طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالی د کمولو خبره راپورته شوې ده که څه هم حکومت ویلي چې تاوتریخوالی کم شوی نه دی خو د افغان سولې بهیر کې موږ نن د ښځو په حقونو باندې غږیږو چې یو شمېر مېرمنې ویره لري چې دوی ته ځای نه دی ورکړل شوی د سولې په دغه بهیر کې موږ هم په دې برخه کې ورځو د بلخ ولایت ته چې موږ سره میلمانه اغلې فرزانه رحیمي ده د ښځو حقونو فعاله ده او د ده څخه پوښتنه وکړو چې رښتیا دیو هم اندېښمن دي که نه اغلې رحیمي سلام درته وړاندې کوم د سلام سره په خوا کې پوښتنه دا کوم چې آیا رښتیا تاسو هم اندېښمن استئ چې ښځو ته د سولې د افغان سولې بهیر کې ځای نه دی ورکړل شوی او پام ورته نه دی شوی تشکر و سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان خوب آریانا نیوز و سال نو بر همگی عزیزایی که هستن مبارک باد میگم ان شاء الله که یک سال خوب و خوش و سال دور از جنگ و فضای صلح و امنیت داشته باشیم متاسفانه که اما قسمی که شما اشاره کردین نگرانی های زنای افغانستان نسبت به گفتمان های سال واقعا بسیار زیاد است دلیلش هم است که هنوز یک آجندا و یک برنامه مشخص به خاطر سرنوشت زنای افغانستان در نظر گرفته نشده تنها چیزی که متاسفانه همیشه در بحث های مختلف و گفتمان های مختلف میبینیم اینا تاکید به این هست که یک مقدار قربانی را باید خانما بده قربانی منظور چیست که در طول تاریخ افغانستان همیشه زنها اولین قربانی ها را دادن به انواع و اقسام مختلفه و روند صلح که جریان داره باز هم نمیخواهیم که زنهای افغانستان یک بار دیگر قربانی از این موضوع باشه دوباره بر بگردن و 20 سال گذشته و 2 دهه گذشته که این خانه هیچ کسی نیست و هیچ زن افغان نمیخواهد یک بار دیگر تحصیل بکنه در خانه هایشان بیشن یک بار دیگر درهای مکاتب بروی بسته شود درهای مکاتب سرایش بسته شود هم موضوع یزیر داره که بعد از 10 سال یا 20 سال که قربانی های مختلف که دادن میخواهند واقعا نه وقت فقط نه بلکه به جلو برن و اینا ببینن که بعد از این اینا در اقتصاد افغانستان در سیاست افغانستان در برنامه های مختلف که در اجتماع هست اینا حقشان چی هست و چگونه اینا فعالیت داشته باشن اما متاسفانه که صلح که در عقب پرده ها جریان داره موضوع صلح که هنوز مشخص نیست که واقعا زنای افغانستان در جایگاهشان در کدام ایزی از این واقعیت داره همه زنهای افغانستان نگران کرده واقعا نمیدانیم که بعد از این سرنوشت ما و کجا کشانده میشه امید ما این است که حکومت افغانستان گفتمان بیش از اینکه گفتمان های بین الافغانی رو شروع کنه نماینده های سراسری افغانستان زنهایی که واقعا برنامه دارن واقعا اینا دفاع بر دفاع چیزی بر امتیازات زنها داره اینا را در اینجا بخواین به کال با اینا نظر سنجی شوه از اینا نظریات کلیات جمع شوه بعد از یک برنامه مشخص را به خاطر و آجنده مشخص را به خاطر گفتمانه و خصوصا دفاع از حقوق زنهای سای په دې تړاو باندې زیاتو میرمنو بنسټونو اندېښنې ښودلې دي تاسو نن خپله اندېښنه څرګنده کړه خو راځو دې برخې ته چې ستاسو په نظر باندې هغه ستاسو د معلوماتو له مخې
د نولس او شل کلونو په تیریدو سره آیا د طالبانو په ایډیا کې به هم څه بدلون راغلی؟ فکر کوي بدلون راغلی، یعنی که په واضح توګه ویم، نن چې تاسو دغسې خبرې کوئ، طالبان به چې کله سوله وکړي تاسو ته به دا حق درکړل شي چې تاسو به دغسې خبرې وکړي، د هغې ایډیا کې داسې یو څه بدلون وینئ تاسو؟ متاسفانه ما فکر میکنم که هیچ نوع تغییری در ذهنیت طالبات در پروسه خانما وجود ندارد. دلیلش همی است که اونا شما میبینین که وقتی اونا میان به گفتمان های سال تا به حال بسیار گفتمان های شده حتی با امریکا در کشورهای مختلف، ما یک چیزی را که همیشه متوجه شده نیست که هیچ خانمه ابرای زینا آمده در میز مذاکره حضور نداشته و هیچ نوع برنامه به خاطر خانما نداشتن و همیشه تنها چیزی که اینا تاکید کردنی است که ما برنامه ای را می خواهیم که مطابق شریعت اسلام باشه. یعنی شریعت اسلام تعبیر از اونها متفاوت از شریعت اسلام واقعی است. چیزی که اسلام بر زن حقوق امتیازاتی که داده، اینا همه مسلمان های دنیا می فهمند که حقوق امتیازاتی که بر خانما داده بر آقایان نداده. اینا برعکس نظریات از اینا همیشه ای بوده که باز هم خانما با مو چادر زیر چادری ها باشه، تحصیلاتشان مثال محدود است، یعنی نمیفهمن که واقعا اینا اجازه میتن نمیتن. اینا هیچ نوع بحثی در راجع به خانما و هیچ حضورش همراهشان یک نفر خانم هم همراهشان حضور نداشته. این بدین معنی است تا شما میفهمین که زمانی که گفتمان های صلح در روسیه برگزار شد اینا علاقه من نبود که خانما اونجا خانمای افغان حضور داشته باشه، حتی خوش نداشتن چیرای از اینا در رسانه ها پخش شود. یعنی هنوز متاسفانه ما را نگران تر میسوز اگر اینا بیاین با حکومت مسئله صلح را مطرح بکنن، جایگاه زنا باز هم به کجا کشانده میشه؟ یک سوالی هست که متاسفانه ما تا حال پاسخ به این نگرفتیم و من مطمئن هستم که اگر جامعه جهانی حمایت خود را مستحکم تر نکنه، کشورهایی که در افغانستان هست اراده مستحکم نداشته باشن، پس آمدن یک تعداد از طالبان در روند صلح هم ما مطمئن هستم نتیجه چنان به خاطر سرنوشت زنان نخواهد داشت. دلیلش همی است که اونا هنوز هم به مفکوره های گذشته هستند، به این منظور هستند که خانم ها باید به خانه باشند، خانم ها تحصیل نکنند، خانم ها به هنوز هم باید شریعت که اونا تعبیر میکنند شریعت گواهی هست و رده. د دې ترڅنګ تاسو وینئ چې د ولسمشر غني او همدارنګه د عبدالله عبدالله ترمنځ دغه د ټاکنو لانجې لا هم دوام لري، دی یعنی سیاسي لانجه لا پر ځای پرته ده. په داسې حال کې چې اخواته د طالبانو سره د سولې مذاکراتو خبره کیږي، د طالب بندیانو د ازادۍ خبره کیږي، که چیرته په دننه خپله په افغانستان کې دغه سیاسي مشران خپلې ستونزې حل نه کړي او همداسې لاړ شي د بین الافغاني مذاکراتو پر لور باندې، بیا څه فکر کوئ چې ستاسو حقونه خو پرېدله، حتی د افغانستان هغه اتلس کلنې نورې لاسته راوړنې به هم یو څه په سین لاهو شي، ځکه چې دوی به په خپلو لانجو او طالبان به په خبرو کې پورته لاس ولري؟ ستاسو نظر پرې اخلو. دقیقا که خیلی موضوع خوبی را اشاره کردید. بیاین که وقتی ما موضوع صلح هست، موضوعی که برادری و آشتی را یاد میکنیم، ابتدا بیاییم از خانه خود شروع بکنیم. متاسفانه زمانی که کلانای یک کشور، بزرگای یک کشور، احزاب سیاسی، گروه های مختلف سیاسی افغانستان بین هم تفاهم نداشته باشن، بین هم اتحاد نداشته باشن، اینا خودشان با صلح مشکل داشته باشن، پس چطور میتونن که اینا با میز مذاکره بشن؟ قبل از اینکه اینا به میز مذاکره بشن، اینا باید یک تفاهم میان خودشان داشته باشن. اگر اینا تفاهم نداشته باشن، مطمئن باشین که ما منتظر یک سال نه، بلکه منتظر یک بحران دیگر در افغانستان باشیم. مهم است که وقتی اینا به میز مذاکره میشینن، مشترک طرح داشته باشه. احزاب سیاسی ما که بین هم مخالف دارن، سیاستمدارای ما خصوصا آقای اشرف غنی، آقای عبدالله، اینا کسایی هستند که در سطح رهبریت هستند، اینا باید بین هم تفاهم بکنن و اچ یا جا قبل از اینکه زندانی های طالب رها بکنن، اینا بین هم تفاهم بکنن، بیشنن به یک مذاکره برسن و بحث های مذاکرات بین الافغانی را آغاز بکنن با طالبا. دلیلش ایست که اگر اینا پیش از اینکه تصمیم بگیرن، چون برای رهایی 5000 طالبه که در زندان هست، هیچ نوع تضمینی برای دوباره برگشتن جنگ در
مقابل نیروهای افغان و مردم افغانستان وجود ندارد. یعنی تا زمانی که حکومت افغانستان خودشان سیاسیون افغانستان بین هم تفاهم نکنند و یک نتیجه کردی نرسن، مطمئن باشین که با رها کردن قبل از تفاهم اینا ما یک بحران دیگر دوباره می داشته باشیم در افغانستان. اغل فرزانه بخنه سره رازی پا روسته یو که دقیقه سیاسه معلومات ساسونا واخلو چه خپله د افغان حکومت نه د افغان سولې بهیر کې د افغان حکومت نه ستاسو غوښتنه او مستقیما د طالبانو نه ستاسو کومې غوښتنې دي چې کوم څه باید ستاسو وساتل شي، لکه اوس چې کوم حقوق لري نور داسې کوم حقوق غواړئ چې باید کله طالبان سوله هم وکړي ستاسو هغه حقوق پر ځای کولی شي بیا تشکر. ما خود تدا خواهش ما از حکومت افغانستان و از سیاسون افغانستان است که بیاین به یک تفاهم کلی برسن و سرنوشت تنها دو نفر یا چند نفر محدود در افغانستان نیست که سیاسون افغانستان باشه. سرنوشت 35 میلیون نفوذ بدبخت و بیچاره مظلومی هست که همه تشنه و گشنه و پشت کار دارن. شما میفهمین که ملت افغانستان بیکار است، ملت افغانستان نان میخواهد، ملت افغانستان کار میخواهد، ملت افغانستان آرامی و امنیت میخواهد، ملت افغانستان واقعا از جنگ خسته شدن. بیاین اینا به خاطر این ملت تفاهم بکنن، به خاطر چوکی تفاهم نکنن، بیاین به خاطر آرامی و امنیت و ذهنیت مردم اینا تفاهم بکنن. شما میفهمین که بیشتر از 10 یا 20 ولایت افغانستان عملا جنگ جریان داره، همه دیگر از جنگ خسته هستن و از گروه که طالبان این را خواهش میسته که بیاین وقتی با یک کشوری که اینا بر علیش می جنگیدن، می گفتن تا زمانی که آمریکاست ما می جنگیم، امروز که با آمریکا اینا رفتن صلح کردن، با آمریکا تفاهم امضا کردن، دیگر کافر به نامی که خودشان ادعا میکنن در افغانستان وجود نداره، به این معنی که اینا تفاهم کردن، پس بیاین بر علای مسلمان خود که کلمه میخواند جنگ نکند، جنگ بس است دیگه در افغانستان. اگه اینا واقعا افغانستان واقعا از این خاک هستند، اگر به خاطر حق تلفی خود اینا می جنگد، بیاین بشینن با حکومت افغانستان تفاهم بکنن، حق خود ادا بکنن. دیگه چرا مسلمان کشی، چرا برادر کشی، چرا خواهر کشی؟ و همونطور بیاین بر امتیازاتی که در 18 سال از خانما هست احترام قائل شود. خانمای افغانستان نگفتن که ما سر لچ و پای لچ میبراییم به جاده ها، بلکه خانمای افغان تقاضای از اینایی که همون حقوق و امتیازاتی که اسلام بر از اینا داده، شریعت بر از اینا داده، قرآن بر از اینا داده، اجازه فعالیت سیاسی را داده، اقتصادی را داده، فرهنگی را داده، دیگر کسی جزئی که اینا از کسی بالایی ندارن که گویا چیزی را که خداوند حکم کرده اینا مانعش قرار بگیرن. پس بیاین اکتفام کنند به خاطر آبادی وطن، به خاطر صلح دائمی افغانستان. اجازه ندن که دشمنای افغانستان یک بار دیگر موقع را بر دشمنای افغانستان مساعد نکنند که بیاین بحران عظیم بدتر بسازند. ډېر زیاته مننه. دا چې تاسو په بلخ کې سئ د همدې موقع نه یو استفاده کوئ، یو پوښتنه دا کوو چې څنګه دی هلته اوس که څه هم د نوروز جشن هلته لغوه شوی دی، خلک څنګه فکر کوي او آیا دغه وضعیت اندېښمن کړی دی که نه؟ په داسې حال کې چې دغلته به جشن په ډېره خورا ګرمۍ لمانځل کېدو. دقیقا متاسفانه که در طول تاریخ اولین بار است که در ولایت بلخ جشن نوروز برگزار نمیشه و از یک طرف متاسفانه ما از مهمانهای خود پذیرایی کردن نتونستیم بنابر مشکلاتی که امراض کرونایی که و یا ویروس کرونا باعث شد که این جشن عنعنوی و همیشگی ولایت بلخ امسال کنسل شود. مردم متاسفانه که یک ترس و وحشت که داشتن و دارن عملا مثل همیشه متاسفانه بازار همه جایا بسته هست، مکاتب، مدارس، هتل ها، رستوران ها، یعنی جشن واقعی متاسفانه وجود نداره. اما متاسفانه امشب واقعا ذهنیت ها نگران بود، دلیل ازی بود که خیلی افراد و اشخاص مبرز با فایر کردن اسلحه ها همه مردم ها نگران کرده بود، اما خوشبختانه که دیر اما اقدام صورت گرفت، از طرف نیروهای امنیتی یک تعداد از اینا دستگیر شدن. همه نگران از این بود که گویا دشمن به در به روضه مبارک رسیده، اما خوشبختانه اقدامات صورت گرفت. اما برای هموطنان ما میخوایم بگویم که صحت مهمتر از هر موضوع هست،
انشاءالله امیدوار هستم که سال آینده مردم ولایت بلخ یک بار دیگر از میهمانای ولایات مختلف افغانستان از بیرون از افغانستان پذیرایی کرده بتوانند و جشن امسال جبران بکنند. دیر ازیاد امانه کوروادان سلامت اوسئ آغاز. دغه ستاسو وروستۍ خبره ډیره مهمه ده چې روغتیا د هر څه نه مهمه ده. بل کال به دغه جشن ولمانځل شي، باید هیوادوال خپل هغه روغتیا ته پام وکړي. له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوو آغلې فرزانه رحیمي، دا چې راغلې او د ښځو د حقونو او د افغان سولې بهیر کې د ښځو د حقونو او ځایګي په تړاو د خپل هغه څرګندونې او اندېښنه د لیدونکو سره شریکه کړه. کور مو ودان، سلامت اوسئ. یو ځل بیا سلام. هرات کې د کرونا ویروس دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې دوه نوې پیښو په ثبتېدو سره هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 40 ته ورسېد. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې 15 پیښې په هرات، 3 په سمنګان، 2 په لوګر او داراز په بادغیس، کاپیسا، بلخ او دایکندي ولایتونو کې د کرونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار وایي دېرش نورې شکمنې پیښې تر څېړنې لاندې دي چې پایله به یې وروسته ډاګیزه شي. د همدې موضوع سره جوخت هیواد ته له ایران څخه جوپه جوپه کډوال راستنیږي او دغه چارې د افغانستان حکومت هم اندېښمن کړی دی. په داسې حال کې چې د کرونا ویروس په افغانستان کې پراخیږي او همدارنګه تاسو واورېدل چې دوه نورې تازه پیښې په هرات کې ثبت شوي دي. موږ ورځو د کډوالو په بیرته راستنېدو له ایران او پاکستان څخه چې کوم کډوال راستنیږي د دغې د څېړنو دپاره معایناتو د خاطره چې دوی کرونا ویروس ونه لري په دې تړاو هغه روغتیایي برخو باندې اندېښنې موجودې دي چې دوی نه چک کیږي او همداراز ولایتونو ته ورځي. خو په دې تړاو باندې ورځو د افغانستان د مهاجرت د څار بنسټ رئیس مطیع الله کامران راسره په خپرونه کې وصل دی چې د څخه لا نور جزئیات راخلو چې رښتیا هم دغه اندېښنې په ځای دي که نه. ښاغلی کامران، بسته په خیر راغلې. لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کومه چې آیا دا رښتیا خبره ده چې له ایران څخه کوم کډوال چې راځي افغانستان ته دیو نه چک کیږي او په ولایتونو کې پټ شوي دي، دا خبره رښتیا ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. سلام عرض دارم خدمت شما، خدمت تمام مردم افغانستان. در قدم نخست اجازه بدین که آغاز سال 1399 را برای مردم افغانستان تبریکی بگم. آرزو دارم که یک سال پر از صفا و صمیمیت داشته باشیم. خدا کنه که به یک سال دوامدار برسیم. در قدم نخست اگر ما وضعیت افغانستان در 40 سال مورد بحث قرار بدیم، افغانستان در 4 دهه با جنگ، مشکلات و مشکلات اقتصادی و سیاسی روبرو بوده و امروز هم موضوع کرونا با این مشکلات افزوده. قسمی که خودتان و تمام مردم افغانستان در جریان است که در هفته قبل، در یک هفته تقریبا در حدود 70,000 مهاجر افغان به وطن، به افغانستان برگشتن که خود در حقیقت یک معضله جدی را برای تمام شهروندان افغانستان ایجاد کردند. موضوع برگشت مهاجرین افغانستان چون حق هر شهروند است که پس دوباره به وطن خود بیاید، ولی بحرانی که وایرس کرونا ایجاد کرد در سطح جهان باعث ازی شد که وایرس کرونا از کشور ایران به افغانستان انتقال کنه که متاسفانه مردم ما تا فعلا که شما گفتین ارقامی را که نشان دادین فکر میکنم کم است، کم پرداخت شده برای رسانه ها و از طرف دیگه تاسو خغل کامران تاسو سنوی معلومات لری په دې تړاو باندې؟ دا خو هغه ارقام دي چې عامې روغتیا وزارت په دې تړاو باندې څېړنې کړې دي. بعد د څېړنو وروسته یې دغه معلومات او دغه مثبتې پیښې د کرونا ویروس په تړاو باندې دغه معلومات د لیدونکو سره شریک کړي دي. تاسو کوم معلومات لری؟
قرائن نشان میده که شما در جریان هستین که روزانه از 9000 تا 15000 مهاجر ما برگشت میکنه و شما وضعیت ایران حتما که تعقیب میکنین که وضعیت بسیار بحرانی است از لحاظ اقتصادی از لحاظ دسترسی به خدمات صحی ما باید تحلیل خود داشته باشیم که وضعیت از چی قرار است و بعضی فعالیتایی که وزارت‌های محترم سکتوری که مثلا آقای کامران میشه میره بر ما بگین که وضعیت از چی قرار است شما خوب بهتر میدونین که وضعیت چون ما بیش از 1 میلیون مهاجر در ایران داریم و تا ماه می پیش بینی شده که تا 3.5 میلیون ایرانی یعنی کسایی که مبتلا به ویروس میشن یعنی پیش بینی شده ما باید شرایط دیده و نتایج دیده ما باید تحلیل های خود داشته باشیم به او اساس و بحث دیگه کی است ما در مرزها بسیار کنترل نداریم شما از طریق رسانه ها از طریق رسانه خودتان همیشه در جریان گذاشتین مردم که تا 15000 نفر وقتی که هر روز میه و از طرف دیگه ارائه خدمات کنترل چک کردن ویروس کرونا و امکانات دیگه فعلا پلانایی که افغانستان حکومت افغانستان گرفته به خصوص وزارت صحت عامه کافی نیست شما ببینین در مرز اسلام قلعه لینی از ماجرین در اوج استاد است که خود ازی باعث ازی میشه که ویروس انتقال بیافه ارائه خدمات صحی بسیار کم است باید افزایش بیافه مثلا آگاهی دهی بسیار به سطح به یک شکلی میکانیزم باشه که عام مردم باید آگاهی حاصل کنه و برای جلوگیری از این بسیار کارهای عمده و اساسی باید صورت بگیره و علاوه بر از این که مهم است این است که تمام وزارت‌های سکتوری به خصوص وزارت صحت در قدم اول، وزارت مهاجرین در قدم دوم، وزارت خارجه در قدم سوم، هر کدامش به نوبه خود یک پالیسی، یک پلان مدون داشته باشه. اینطور نمیشه و علاوه بر ازی که وزارت‌ها کار میکنه، جامعه جهانی بسیار فعال شوه، کمک‌های صحی را و امکانات مالی در اختیار حکومت افغانستان قسمی که گذاشتن بیشتر بسازه آگاهی دهی به سطح منطقه و به سطح ولسوالی ها باید انتقال بیافه موضوع بسیار مهمی است که وقتی که یک مشکل اساسی که در مرزها هستند کنترل نمیشه و دوم دیگه امو ظرفیت هایی که در مرزها برای مثلا برای 1000 نفر بوده باشه حالی بر 15000 نفر رسیده باید برای 15000 نفر در اوج کمپ های قرنطین ایجاد شود که بتانیم که هر کدام از او به اساس اونمو کنترل و چک باید تفکیک شود و ما علاوه بر از این باید یک سیستم جور شود که وقتی که مهاجرین داخل میشه برای شما نیز معلوم است که این مهاجرین ثبت و راجستر نشدن تنها یک چک تست میکنه و معلومات ازیر ندارن که ای در کدام ولایت میرن و سیستم تراکینگ در ایجا وجود نداره و به خاطر از این موضوع را بیان کردم که ویروس کرونا در حدود 14 روز ای سرایت میکنه یعنی علائمش برجسته میشه به او خاطر اگر کسی که در روز دوم سوم از مرز میگذره به روز دوم پانزدهم ممکن در ولایت ها سفر کنه و ای امو مسیری که مشخص میشه یک کسی مثلا در از ولایت بدخشان باشه باید به مو سلسله مراتب باید تعقیب شوه تا جایی که میره خب یو موضوع ته چې تاسو که اشاره وکړئ او معلومات لری په دې تړاو باندې دغه ایران کوم کسان چې راشړي هیواد ته بیرته راستانه کوي فکر کوئ چې دغه کسان دي چې په ویروس باندې باخته شوي که نه دا مرحله د ویروس پورې تړاو لري چې ایران افغان کډوال بیرته د خپل هیواد نه وباسي دا د ویروس پورې تړاو لري تا جایی که ما معلومات داریم و هفته قبل ما امرای نماینده مهاجرین در ایران امراشان صحبت داشتم و مسئولینی که در اوجه بودن ما امراشان صحبت داشتم دقیقا یعنی انسان ها همیشه در ارتباط یک دیگه می باشن مثلا بیرون میرین شما دوستای کار میرین تجارت دارین
خرید فروش میکنین دقیق است. وقتی که در اوجا شما میفهمین که وضعیت ایران بسیار وخیم است، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ انتشار وایرس کرونا. شما فکر کنیم که پیش بینی شده تا ماه می تا 70 میلیون فرد به وایرس کرونا یعنی مبتلا میشه که امکانش هم از امکان دور نیست، ولی این رابطه مستقیم با افغانای ما و شما هم داره. حالا شما وقتی که فکر میکنین چرا مردم به روزانه 15000 نفر برگشت میکنه، در حقیقت دلیل شده میتونه که حتما اونمو علائمی که وایرس کرونا بر یک شخص اظهار میشه یا ظهور میکنه، حتما مهاجرین افغان هم به خاطر ازی از ترس ازمی که وایرس نگیرن یا برگشت میکنن. خب اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دی چې دغه مهاجرین چې په ورځ کې 15000 راځي هیواد ته راستنیږي؟ دا یو لوی شمیر دی په داسې حال کې چې افغانستان خپله اوس لاس او ګریوان دی د کرونا ویروس سره، د دې مخنیوي په خاطر یې مټې بډوال دی. په داسې حال کې چې امکانات هم دومره زیات ورسره نشته دی، او هغه طرف نه پ د مهاجرینو مسله هم راپورته کیږي د داسې یو هیواد نه چې هغه خپله هم په کرونا ویروس باندې د اخته کسانو زیات شمیر لري. اوس افغان حکومت باید څه وکړي دغه کسان سره؟ تشکر. یک مورد بسیار اساسی است که ما در 18 سال یک فرصت بسیار طلایی داشتیم که مهاجرین خود ما برنامه عودتشان باید حکومت افغانستان پلان میکرد، تنظیم میکرد. 18 سال یک فرصت بسیار خوب بود، ولی ما متاسفانه سیاست ها و پالیسی های حکومت وقتی که ما مطالعه میکنیم یا بررسی میکنیم دیده میشه که اکثریت پالیسی ها یا فعالیت های حکومت واکنشی است، یعنی برخوردی است تا که قضیه با 99 نرسه و یا پلان نمیداشته باشن، یعنی قبل از قبل نمیداشته باشه. پیشنهاد ما این است که باید همزمان با حکومت افغانستان سکتورهای مختلف باید پلانهای خاص خود داشته باشه. مثلا وزارت صحت باید بیشتر توجه ازی داشته باشه که در مرزها باید کنترل صورت بگیره. مثلا ارائه خدمات در نه تنها در مرزها بلکه در کمپهای مهاجرین. حالا شما فکر کنیم که بیش از 3 میلیون ما بیجا شده داریم و متاسفانه یا کلگشان در حالت چی هستن، یعنی یک حالت بحرانی را ممکن داشته باشیم. و در رابطه با وزارت مهاجرین باید وزارت مهاجرین خیلی فعال باشه، ولی متاسفانه نتونستن روابط دیپلماتیک. ما در کشور ایران سفارت داریم، اتشای مهاجرین داریم، در هر کنسولگری ما نماینده مهاجرین داریم. میشه که از اون طریق یا معلومات بگیرن. شما فکر کنین که وزیر مهاجرین هفته قبل به پارلمان به خاطر استماع رفته بودن. متاسفانه وزیر مهاجرین نه تنهایی که معلومات نداشتن، اصلا طرحی وجود نداشتن که در مقابل این خطر جدی با کدام پلان ها و پالیسی ها پیش برن. اول پیشنهاد ما این است که البته مختص میم به وزارت مهاجرین. وزارت مهاجرین باید یک پلان متوان جامع در رابطه با مهاجرین داشته باشه، نه با موضوع کرونا. موضوع مهاجرین، ما 6 میلیون مهاجر داریم. پلان بسیار عمده و اساسی در رابطه با ادغام مهاجرین داشته باشه، برای بیجا شدگان داخلی داشته باشن. شما فکر کنیم که یک چیزی را که ما هشدار میتونم این است که خب وایرس کرونا یک تهدید جدی است، ولی برگشت سیلاس‌های مهاجرین دوباره آمدنش به افغانستان این است که اگر ما پلان‌های حمایتی نداشته باشیم، مثلا برای اشتغالی از یا برای ادغامی از یا برای ارائه خدمات برای از اینها، اگر ما کدام کاری نداشته باشیم، دقیقاً که ما با مشکلات اجتماعی که از قبیل بیکاری است، فقر است و جرایم جنایی، ما فکر میکنم که با هم وصل هستند. باید حکومت افغانستان در مجموع زیر یک چتر تمام وزارت ها پلان ها و پالیسی خود داشته باشه. دیر زیاد همانه نه.
تشکر مودان خاغله متیولا کامران د افغانستان د مهاجرت سربنسټ رئیس دا چې هغه خپل نخنه او معلومات دی د لیدونکو سره شریک کړ. سلامات سیمنه چې خبرونه کوم سره ګرځون کو او په همدې سره ورسیدو د آغاز روز د خبرونه پاتې ورځ مو نیکمرغه.